پوریا جان سلام. سلام، صدا میاد؟ بله صداتون میاد، بفرمایید. یه سوالی داشتم که نظرتون راجع به اینکه میگید حالا با مسلمان دوست باشیم و به همه احترام بذاریم، که این جمله که به عقاید همه باید احترام بذاریم، کلا با این موافقید یا نه؟ نه ببین، نگفتم به همه باید احترام بذاریم، ولی احترام رو برای که اگه قائل میشیم به خاطر به انسان قائل میشیم، یه سری اگه بخوایم تصمیم بگیریم که بشیم یا نشیم. خب بالاخره یه کسی ممکنه، یعنی یه کسی اگه بهش احترام قائل نمیشیم به خاطر که یک انسانیه که مثلا کاره زشتی کرده، جرم و جنایت انجام داده، باعث آزار و اذیت خیلی کسایی شده، حالا ما تصمیم میگیریم که برای این شخص احترام قائل بشیم یا قائل نشیم. خب ولی من میگم این که بر اساس یک عقایدی بخوایم احترام قائل بشیم قائل نشیم، این اصلا بیمعنیه. احترام قائل شدن یا نشدن باید برای اشخاص باشه، نه باید برای عقاید. خب عقاید باید ببینیم که درسته یا درست نیستن. ما باید بیام قضاوت بکنیم که این عقاید آیا حقیقت داره یا حقیقت نداره. قضاوت بر اساس این باید باشه، نه بر اساس اینکه احترام قائل میشیم یا نمیشیم. و خب در صورتی که به از این طریق منطق بینجه برسیم که اون عقیده درست نیست، آیا باید نمیدونم اجازه دادن کلمه درست یعنی، ولی باید اوکی باشه که اون شخص توی یه جامعه یا یه دستهی به اون عقیده بتونه پایبند باشه، بتونه ادامه بده به اون چیزی که داره، یا باید جلوش گرفته بشه اگه به نتیجه برسیم اون عقیده غلطه؟ او باید نه، 100% باید بتونه که اون عقاید داشته باشه، در صورتی که ببین ما هیچ حکومتی نباید بتونه بیاد عقاید و قانونی یا غیر قانونی بکنه. حکومت فقط اجازه داره که بتونه بیاد اعمال اشخاص رو قانونی یا غیر قانونی بکنه. عقاید رو به هیچ به هیچ وجه نباید یک حکومت نباید اجازه داشته باشه. بله. خب بحث من چیزی که مثلا همینه که این یه فلسفی هست که جامعه داره میگه که همیشه هر جا و برای هر کسی غلطه که یک عقیده رو بدون دلیل کافی بهش باور داشته باشه. اسمش ویلیام کلیفورد یا کتابی هم دارم کنم حالا اسمش که خواسته بیزارم. و این موضوع اینه که عقیده شما چه بخواید چه نخواید توی اعمالتون به هر نحوی تاثیر میذاره. حتی اگه راجبش با کسی هم صحبت نکنید، در اعمالتون یه جورایی نشونه پیدا میکنه و باعث میشه که تغییر کنه اون رفتاری که دارید توی جامعه. و خب اگه اون عقیده غلط باشه قانونا مضر برای، حالا اگه بر خودتون هم مضر نباشه، برای بقیه. حتی اگه هیچ صحبتی هم راجبش نشه بالاخره تاثیر خودشون میذاره و اصلا غیر قابل جلوگیری این موضوع، یعنی 100% تأثیری که بالاخره توی رفتار شخص میذاره اون عقیدش. و خب یه عقیده غلط مثل حالا باور به خدا، اسلام، هرچی بدتر یا بهتر، این غلط ها باید به نظرم دورش گرفتش، یعنی موافق نیست. بله ولی نه به زور. ببینی عقاید رو به زور نمیشه جلوشون گرفت، عقاید رو باید با کار فکری جلوشون گرفت. خب یعنی شما نمیتونین به یه نفر بیاین دستور بدین که اعتقاد مثلا به خدا داشته باشه یا نداشته باشه. خب هیچ وقت یعنی الان که هم هزینه یک همچین حکومتی از سودش بیشتره، دوم این که اصلا غیر ممکنه. خب شما باید بتونین بیاین با صحبت، با تبادل نظر و با تبلیغ از افکار خودتون با عقاید بد بجنگید. اینو قبول دارم که عقایدی که درست نباشه بر اساس واقعیت نیست مضر خواهد بود. خب برای اینکه ما اگه بخوایم عقایدی که کاربرد بالایی داره که خوشحالی یک جامعه رو ببره، عقایدی که بر اساس واقعیت به وجود اومده، یعنی میتونه بازتاب واقعیت باشه، خب نه بازتاب خرافات. خب برای همین عقایدی که واقعیت ندارن، هرچی بیشتر تعداد کسایی که بهش باور دارن بیشتر بشه، باعث این میشه که سخت‌تر باشه که خوشحالی یک جامعه رو برد بالا. برای همین ما باید به طور مطلق علیه عقاید اشتباه باشیم. ولی بازم میگم کار بهترین، نه تنها نمیتونیم به زور کسی رو عقایدشون عوض بکنیم، اتفاقا بهترین روش تغییر نظر اشخاص این باشه که باشون دوستی کنیم. یعنی بهترین روش که یه نفر افکار خودش رو بیشتر اعتقاد بهش داشته باشه و قوی تر بکنه این که باش دشمنی بکنی به خاطر عقایدش. این باعث میشه که به عقاید خودش بیشتر بچسبه. یه چیز دیگه هم بگم، این که ما میگیم عقاید اشتباه بده داشتنش، بد بودنش و غلط بودن این
این موضوع این معنیش نیست که باید جرم و جنایت باشه. خب خیلی موقع خیلی کسایی که فکر میکنن مثلا ما میگیم این کار بده اون کار خوبه، این ما بگیم این کار بده اون کار خوبه، با اینکه این کار باید جرم باشه یا نباشه فرق داره. یه خیلی چیزا هستن که بد هستن ولی هیچ وقت هیچ حکومتی نباید بتونه بیاد جرمش بکنه. خب مثلا ما مثلا ممکنه بگیم که مثلا چه می‌دونم برین دروغ گفتن به زنتون یا شوهرتون درباره این که مثلا بده، خب مثلا دروغ گفتن به این اون بده، ولی دولت نبتونه باید بیاد اینو جرم بکنه. خب مثلا عقاید بگیم که بهتره که ما وقتی که یه عقیده داریم بر اساس سند و بر اساس منطق و اینا باشه. خب آره این خوبه، آیا دولت باید بیاد اینو اجباری بکنه؟ نه این خب خیلی چون یه چیز خوبه مرز این که کی این جرم حساب میشه و کی نمیشه خیلی همچین غیر قابل تشخیص، یعنی یه سری اطلاعات هست که باور بهش حتی شاید خیلی کوچیک و جزئی باشه ولی ضرر خیلی بزرگی داشته باشه. حالا جام یه دروغ خیلی کوچیکه مثلاً کلاً عقاید نباید برای کسی نباید این معنی خیلی واضحه، هیچ عقایدی نباید. مثالی که خودش توی کتاب میزنه اینه که یه صاحب کشیفه میگم که میدونه کشیش خرابه اما این به خود یه جوری خوش گول میزنه چون خب سودش میشه و بیزینسش یه جوری به این عقیده میرسه برای خودش که اشکالی نداره این کشتی خراب سفر کنه. کشتی سفر میکنه، تمام مسافرش غرق میشن، اون هیچ از ضرر نمیکنه، بیمه میده فلان بسا، ولی خب در اصل اون عقیده که این شخص داشته بدون دلیل کافی باز شده که مثلا خیلی آدم بمیرن یا حالا مضر بوده به هر نحوه دیگه. بعضی موقع خب این ریسکش خیلی بالا اینجور عقیده بالا. خب شما اگه تو کشتی شاید بزرگترم بشه. درست ببین شما اگه توی کشتی زندگی داشتین زندگی میکردین و یک نفر یه عقیده داشت که باعث میشد که کشتی شما مثلا غرق بشه و همه بمیرن، توی اون کشتی ممکنه این که این عقیدش باید به زور و عقیده این شخص رو سرکوب کنید، توی اون کشتی ممکنه به نفع جون همه باشه. خب ولی جامعه با کشتی فرق داره، برای همینه که ما مثال برای شفاف کردن استفاده میکنیم ولی مثال از مثال برای نتیجه گیری استفاده نمیکنیم. خب برای همینه که از مثال برای نتیجه گیری استفاده میکنیم. بله خب برای همینم هم هست که ما برای اینکه ببینیم که چه جامعه‌ای بهتر، یعنی کاربرد بیشتر، چه روش چه قوانینی کاربرد بیشتری برای افزایش خوشحالی مردم داره، ما دیدیم که آزادی بیان و آزادی عقاید تو جامعه باعث رشد بیشتر اون جامعه و کاربرد بیشتری برای خوشحال کردن اکثر مردم داره. خب یعنی ما چون جامعه مثل یک کشتی نیست، ما دیدیم که توی یک جامعه فقط جرم و جنایت باید بر اساس این بشه. مثلا سم درست باشه که جامعه مثل کشتی نیست، یه جورایی همه تاثیر وقتی دموکراسی وقتی همه میتونن برن رأی بدن با اون رأیشون توی مسیری که اون جامعه داره طی میکنه تاثیر بذارن میشه. خب پوری جامعه ما دیدیم محصول این طرز فکر رو دیدیم. شما چیزی رو که دارین تبلیغ میکنین ازش فاشیستیه دیگه. خب شما ما دیدیم، یعنی ببینید شما دارین تبلیغ جامعه ای که یک حکومت بتونه بیا تعیین بکنه که چه عقایدی اجازه دارن که مردم داشته باشن و چه عقایدی رو اجازه ندارن، ما محصول یک همچین طرز فکر رو دیدیم و کلی هم آمار داریم و کلی هم دیدیم که جامعه های آزاد به کجا رسیدن و جامعه های فاشیستی به کجا رسیدن. درسته؟ راجبه نوع این که این طرز فکر چه حکومتی رو تشکیل میده اینا چون زیاد اطلاعات ندارم نمیتونم جوابشون رو بدم، ولی ببینید اگه جامعه دقیقا مثل اون کشتی که شما میگیم بود، اگه جامعه دقیقا مثل کشتی که شما میگیم بود، خب که اگه یک نفر یه عقیده بدی داشت باعث میشه که تمام کشتی همه غرق بشن و همه بمیرن، خب اون وقت آره شاید روش شما بهتر بود. خب ولی ما الان دیدیم که نقش حکومت باید این باشه که فقط یک سری چیزای خیر خاصی رو غیر قانونی بکنه، خب بعد از اون بذاره دیگه مردم خودشون با هم رقابت عقیدتی، رقابت فکری، رقابت روش یعنی رقابت اقتصادی و رقابت کاربردشناسی بکنن و همونجوری که مثل تو طبیعت تکامل باعث شد که
اون حیوانهایی که اون ویژگی هایی که کاربرد بیشتری داشتن توی حیوانها و گیاهان و باکتریا و بقیه بقا پیدا بکنه، بهترین روش هم برای جامعه اینه که همه بر اساس عقایدشون و بر اساس روشاشون با هم رقابت بکنن. دولت، هیچ دولتی نمیتونه بیا تعیین کنه که چه چیزی کاربرد بیشتر، چه عقایدی کاربرد بیشتری داره و چه روشی کاربرد بیشتری داره. بهتره یک میدانی به وجود بیاره که مردم بدون که به هم صدمه بزنن با هم رقابت بکنن و اون عقاید و روشایی که برتری داره خودشون به طور به طور خودی بقای بیشتری پیدا میکنن به خاطر کاربردی که بیشتری دارن. به اینم یه چیزی میگن، به این میگن که spontaneous order که ترجمهش میشه نظم به خود، نظم به خود. ببین من اینو موافقم باهاتون، اما برای یه مثالش اینی که میگید عقاداتو شاید همین اجازه این بین عقاید بود که شاید میتونستان، شاید همین بود که اجازه داد جمهوری اسلامی بیاد چون با اون افراد اجازه شد که آزاد بیان بگن. نه شما جمهوری اسلامی این همه شما دهشت هزار تا دلیل میگم پشتش بود، نه جزای حالا عرب متوجه هم، ولی یکیش میگم شاید این بوده باشه. خب اون یکیش، ببینید اون یکیش رو ببینید، یه دلیل دیگه هم این بود که چه بودم جمهور. خب ببینید اینجوری که اگه شما بخواییم بگین، ما باید اگه شما میگین یکیش این بود، خب پس یک ما میتونیم بر این اساس آزادی بیان الان همه کسایی که جمهور دارن علیه جمهوری اسلامی مثلا تو مثلا خوزستان و الان تهران و اصفهان و بقیه جاها دارن چیز میکنن. ببین شما نحوه نتیجه گیریتون اینه که آزادی بیانی که برای مثلا خمینی و طرفداراش قائل شدیم باعث شد که جمهوری اسلامی بیا سر کار. خب پس ما نباید آزادی بیان داشته باشیم، خب پس بریم آزادی بیان کسایی که الان دارن علیه جمهوری اسلامی میجنگن هم بگیریم. ببین اینجوری نتیجه گیری اشتباهه. ما باید ببینیم که چه فاکتورهایی، یه سری فاکتورهایی هست که مثلا به جمهوری اسلامی کمک کرد، ولی اگه اون فاکتورها بود، یه سری فاکتورهای دیگه نبود، خب یه نتیجه چون یه نتیجه بهتری داشت. مثلا فرض کنیم که مثلا چیزی که باعث شد که جمهوری اسلامی بیاد 100 تا فاکتور مختلف بود. خب من شما نمیتونیم بگی که همه این 100 فاکتور مضر برای جامعه. خب من میتونم به شما ممکنه بیام نشون بدم که از این 100 فاکتور مثلا اگه 40 تاش نبود، خب جمهوری اسلامی نمیومد و یک جامعه خیلی خوبی هم به نتیجه میرسه. پس اون 60 تای دیگه اش لازم نیست شما بردارین، اتفاقا شاید اون 60 تای دیگه اش لازم باشه برای یک جامعه مفید. نمیتونیم بگین که هر چیزی که باعث جمهوری اسلامی شده حتما به خودی خود بده، اون 40 تا فاکتور دیگه اش بوده که باعث شده و اونا رو اگه برداریم باعث میشه یک جامعه پرکاربرد و مفید باشه برای مردمش. ببینید شما دارین میگین جمهوری اسلامی رو مثلا میزنین، جمهوری اسلامی این همه با آدمکشی و بمبگذاری و سرکوب کردن و تمام مخالفاش اومد رو سر کار. شما نمیتونین بیاین بگین که آزادی بیان بوده که جمهوری اسلامی اومد سر کار، اتفاقا برعکسش بود. من باهاتون موافقم، ولی تعدادم تو این فکر کنم که اگر نحوه طرز فکر من اون موقع اجرا میشد نتیجه الان چی بود، کاری که جمع هم کاری که چین کرد توی میدان تیان می اومد با تانک همه رو برک بار وست، الان بزرگترین کشور قوی‌ترین کشور دنیا، چرا باید این 40 سال اگه تو این 40 سال تمام شد، چرا این 45 سال راه اضافه باید بریم که حالا به صورت تکاملی این طرز فکر حذف بشه؟ یعنی خیلی یه شورت کات خیلی راحت تری بود به نظر این وسط که فکر میکنم اون طرز فکر من این خیلی طرز تفکر خطرناکه. ببینید شما اگه بذارین دست مردم خب که خودشون با هم رقابت کنن و عقایدی که برتر پیروز بشه، ممکنه نتیجه گیریتون کند باشه، خب ولی نتیجه گیریتون هم آروم آروم به خودی خود پیشرفت میکنه. ولی اگه بعد این پنل هیچ وقت نتونیم برگردیم به اون هدف دیر شده باشه چی؟ ریسکش فکر نمی‌کنم خیلی بزرگه، ریسک این اجازه که به افراد فکر نمی‌کنم ریسکش خیلی، یعنی ریسک این که شما یه بنولنت دیکتاتور داشته، یک دیکتاتور یه دیکتاتوری داشته باشین، شما همه قدرت رو بدین دست یک دیکتاتوری که شما فکر می‌کنین این جواب برای ما داشته باشه، خب این خطرناک‌ترین کاره. حتی اگه اون دیکتاتور، حتی اگه اون فاشیست در اون زمان واقعا روشش بهتر باشه، خب دو تا مشکل داره. خب یکی این که شما تمام تخم مرغاتونو گذاشتین تو یک بسته، خب و این دیکتاتور که همیشه که نمیمونه، یعنی اینقدر قدرت به این حکومت دادین، دیکتاتور بعدی که میتونه بیاد که شما باید شانستون خوب باشه که این حالا بخواد به شما سرکوبتون بکنه یا یه نتیجه گیری خوب برای شما بکنه یا نکنه. خب یعنی شما تمام قدرت رو گذاشتین به شدت دست حکومت
و این حکومت رو وقتی دادین دست قدرت، احتمالی که این قدرت رو به شما پس بده خیلی کمه. یعنی شما ممکنه بگین که ببینید مردم نفهمن، یه حکومتی که با عقلش میرسه، شما طرز فکرتون هم اتفاقا خیلی شبیه افلاطونه، خب که مردم احمقا نمیفهمن، یه آدم باهوشو بذاریم سر کار به زور به مردم بگن که چجوری جامعه بهتر بشه. خب اولا که به محضی که قدرت رو دادین به این مردم، این کسایی که سر کار هستن، اگه اینا کارشون به حق درست نبود و کاربردشون بد بود و نتیجه گیریاشون اشتباه بود، دیگه شما قدرت از این حکومت نمیتونین بگیرید. خب یکی باید خب دوم نه بذارین نه 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 بذارین من حرف دوم بزنم. خب پس بذارین حرف دوم بزنم. یکی دیگه هم این که یک تعداد آدم خاص بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن برای یک جامعه، این اثبات شده که این غیر ممکنه. خب یعنی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ جامعه شناسی دیده شده که انقدر جامعه و اقتصاد انقدر پیچیده است که حکومت باید خیلی محدود باشه تو اینکه تو چقدر میتونه بیاد دخالت بکنه توی زندگی مردم. خب یعنی این رقابت بین مردم هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اینکه چه روش زندگی کاربرد بهتری داره، حکومت هر موقع دخالتش رو بیشتر کرده، ما آمار داریم و کلی تحقیق شده که حتی اگه هدفش هم چیز خوبی باشه و حتی اگه از لحاظ علمی هم بخواد بیاد نتیجه گیری بکنه، دخالت بیشتر باعث کندی پیشرفت شده. یعنی باید حکومت بذاره که جامعه خودش با خودش رقابت بکنه و بیاد دخالت بیاد بکنه، ولی دخالتش باید محدود باشه فقط برای اینکه یک میدان سالم برای رقابت به وجود بیاره. خب این از به طور جامعه شناسی از لحاظ آماریانا اثبات شده این موضوع. خب یعنی بله من دیگه گفتم، من برم سراغ حرف آخر. پوری نه حرف آخرتو بزن چون من باید برم سراغ زد و بگم. حرف آخر من که نحوه انتخاب اون فرد یا گروهی که قرارون کنترل به دست بگیره، فهم کنم با نظر من که دیگه نباید نظر همه اشخاص بشه، باید یه پروتکل یعنی سنجشی باشه که اثبات شده باشه اون درسته و بهترین نتیجه رو برای همه مردم داره. یه نوع آزمونی که اون کسی که قرار بیان اون بالا ازش بگذرن و بعد از اون دیگه نظر مردم نباید اهمیت داشته باشه، همه مردم تصدیق کردن. این موضوع خیلی ایدئالش درسته. ببینید این موضوع خیلی ایدئالیستیک هست، ولی مشکلش همون دوتا چیزی که من گفتم. مشکلش اینه که یک، بعد از اینکه قدرت رو دارین دست یک مردم میگفتین، شما از راه علمی باید بیاین، شما یک سری انسان‌های متفکر هستین که برخلاف مردمی که احمق هستن و خودشون نمیدونن چی براشون لازمه، شما میتونین از راه علمی بیاین تعیین کنین که براشون چی خوبه. همه قدرت دست شما. وقتی که این قدرت رو دارین دستشون، شما باید متوجه بشه که این انسان‌های متفکر وقتی قدرت بگیرن دستشون، دیگه ممکنه به فکر مردم نباشن، به فکر خودشون باشن. حتی اگه نسل اولشون هم به فکر خودشون باشن، قدرت معمولاً جذب میکنه کسایی که یعنی بالاخره بعد از مدتی قدرت بسیار زیاد باعث جذب آدمایی میشه که هدفشون خوشحالی مردم نباشه. نمیگن ابسولوت پاور بریکس. خب این موضوع دیگه است، من خیلی وارد نمیشم. یکی این مشکل رو داریم. یکی دیگه هم اینه که هیچ مقدار تفکری هنوز به وجود نیومده که ما بتونه بیاد پیش بینی بکنه که بهترین روش زندگی برای مردم چی باشه، یعنی جزئیاتی که تو زندگی روزمره باید چی باشه چی نباشه. بهترین روش هنوز هم همون رقابت بین جامعه است. یعنی مغز انسان هر چقدر متفکر باشه، اونقدر پیچیده نیست که بتونه یک چیز به این پیچیدگی جامعه و اقتصاد رو بیاد. یه بحث دیگه است، شاید تزودی هوش مصنوعی بتونیم. آره خب مشکل هوش مصنوعی درسته، این حرف درسته مشکل. ولی خب مشکل هوش مصنوعی هم همینه که اگه هوش مصنوعی خودآگاه بشه، هوش مصنوعی هم ممکنه اهدافش وقت به اهداف خوشحالی ما تغییر بکنه، اونم خطرش هم همین هست. نه دیگه فرش نه که تو شروع همیشه یه پروتکلی باید باشه که اون غیر قابل ریسکش زیاده، ریسکش زیاده، یه اشتباه بکنین اون وقت سودش زیاده، ولی خب ریسکش هم زیاد داره. ریسکش هم خیلی زیاده. خیلی ممنون پریا جان، جالب بود. فعلا خلاص.